دوستان و یاران گرامی من شنوندگان عزیز این هفته می خواهم که بیستمین برنامه از قصه عصر جدید رو برخلاف رویم برای شما حکایت تازه رو عنوان بکنم در طول هفته وقتی که اسناد و کتاب های مختلف رو مطالعه می کردم تا شما رو در سیر حوادث دوران رضاشاهی قرار بدهم در فیسبوک برخوردم به نوشته ای از آقای دکتر منوچهر یزدی دریغم اومد قسمتی از اون نوشته رو برای آگاهی شما و شنوندگانم تعریف نکنم اول باید بگم که این آقای دکتر منوچهر یزدی سرور یزدی رو از سالهای بسیار دور در آن دورانی که حزب پان ایرانیست با همت آقای پزشکپور و دکتر تهرانی پا می گرفت از اون دوران میشناسم و او رو اون طور میشناسم که از دل سوختگان است که سرابای وجودش در تب و تاب ایران زمین شعله وره مردی است وطن پرست و جز درباره باره مسلحت ایران سخن نمیگوید حال در نوشته ایشون از قول هنری رالینسون انگلیسی با عنوان توطعه هایی که برای تجزیه خوزستان وسیله مقامات انگلیسی به کار گرفته می شود. اینطور تعریف می کند با من به سومین قسمت توطعه پرداختم سومین توطعه تجزیه خوزستان وسیله انگلیس ها که با همت سردار سپه ناکام ماند این آقای رالیسون انگلیسی داره این مطلب رو تعریف میکنه رقابت کشورهای اروپایی بر سر تصرف و قارت کشورها به جنگ خونین بین المللی اول انجامید عثمانی ها که در اون جنگ متحد کشورهای متحدین بودن در برابر متفقین شکست خوردن متحدین در برابر متفقین شکست خوردن که یکی از اونا عثمانی ها بود در نتیجه خب چه اتفاقی افتاد امپراتوری عثمانی از هم پاشید و تجزیه شد و از دل آن عراق بیرون آمد این عراقی که امروز کشور همجوار ما هست در دوران جنگ اول بعد از جنگ اول به اصطلاح به وجود آمد خب اما قیمومتش با کی بود؟ با انگلیس ها بود یعنی عراق با قیمومت انگلستان سالها اداره می شود. و از آن موقع به بعد انگلیس ها پروژه تجزیه خوزستان از ایران رو در برنامه کار خودشون قرار دادن شما شنوندگان گرامی من اگر کندوکاوی بکنید در حتی در روزنامه های آن زمان خورده به خودتون زحمت بدید روزنامه های اون زمان رو یه نگاهی بکنید بعد از جنگ اول جهانی میتونید به اسناد توطعه های بین علیه ایران برسید توته های بین علیه ایران به علت ضعف قاجارها به وجود آمده بود و جالبه که در مقایسه مقالات آن روز کشورهای عربی منطقه با نوشته ها و مصاحبه های این روز ها این مقالات پلو هم بذارید و اونا رو با هم مقایسه کنید برخی از نویسندگان قومگرای ایرانی در جراید خوزستان ایران به این هماهنگی می رسید که هنوز همون حرفای رو امروز می که در اون دوران ها می شنوندگان گرامی من اگر کمی در نوشته های اون روز نویسندگان گرای جراید خوزستان دقت کنید به آسانی در میابید که سرچشمه این گونه طرز تفکر تجیه طلبی از کجا سرچشمه میگیره اصلا سرچشمش کجا هست هر رالینسون اینو توضیح داده میگوید که شیخ خزعل که خودش رو امیر و صاحب خوزستان معرفی میکرد و در این حال از توجهات دولت مرکزی ایران هم برخوردار بود به طوری که مزفر شاه به او درجه امیر توبانی داده بود و به او اجازه داده بود که مالیات های منطقه خوزستان رو او همه ساله جمع کند و به تهران ارسال کند اما اما وقتی نفت در خوزستان پیدا شد انگلستان دیگر مجال نداد تا شیخ خزعل خود رو تابع کشور ایران بشناسد و دولت بریتانیا در جذب شیخ خزعل و سایر نیروهای محلی مثل ایلها ایل بختیاری و ایل قشقایی مثلا از هیچ اقدامی فروگذار نمیکرد تا بالاخره در سال 1912 قراردادی خوب توجه کنید قراردادی بین سر پرسی کاکس انگلیسی که وزیر مختار آن دوران انگلیس بود و شیخ خزعل به امضا رسید و در این قرارداد قید شده بود که دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است تا حمایت لازم را از جناب شیخ خزعل و فامیل او به عمل بیاورد به نحوی که در صورت هر گونه تجاوز حکومت ایران به قلم روی حاکمیت شیخ خزال از او کاملا حمایت نمایند و حقوق کامل ایشان را در مقابل دولت ایران به رسمیت بشناسند و با این اقدام عملا انگلستان در صدت برآمد تا مختاری شیخ از رو در خوزستان رسمیت بدهد در سال 1914 میلادی با اخبار جنگ اول جهانی قراردادی بین شیخ خزعل و دولت انگلستان به امضا رسید بدون آنکه دولت ایران یعنی دولت فخیمه قاجارها از این قرارداد اصلا اطلاع پیدا بکند که بر اساس آن حفاظت از روله های نفت به خزعل و ایل بختیاری واگذار شد دولت بریتانیا که در جنگ جهانی اول سود سرشاری از منافع نفتی ایران کسب کرده بود به این اکتفا نکرد در این اندیشه افتاد که دست ایران را به کلی از خوزستان قطع کند به همین سبب حمایت و جامعی حمایت جامعی از شیخ خزر رو و همت اقدامات خودش در ناحیه قرار داد خزر هم رسم نوکری بیگانه را به جای آورد و ساز جدایی خودش را از ایران به صدا در آورد با کمک کنسول انگلیس در اهواز اشایر و بختیاری ها را هم با خودش متحد ساخت و دایه عربستان آزاد رو برای نخستین بار در سال 1922 میلادی به طور رسمی اعلام کرد و خودش رو امیل عربستان خواند. انگلستان هم با یک برنامه خیلی دقیق عوامل خودش رو وادار کرد تا در بغداد و قاهره و سوریه با درج مقالاتی که مواردی از آن از آرشیو خوب دقت کنید مواردی از آن از آرشیو انگلیسی یعنی ام آی نه ام آی ام آی که یه دستگاه امنیتی به خصوصی در انگلستان هست تأمین می شو. و بر تنور تجزیه خوزستان میدمید و عرب خودشون رو علیه استقلال کشور کشور ایران میشوراندند عرب خوزستان و پورهای فراوان شیخ خزعل در جرایت خرج میکرد ادهی قلم به دست رو سرسفرده خودش ساخته بود به طوری که عبدالمسیح انتاکی یکی از نویسندگان مصری چابخانهی در قاهره تأسیس کرد و اون رو در خدمت قلم زنان طرفدار خزعل گذارد و نام آن را هم علمت و گذاشت کار خزعل با یاری مقامات انگلیس آنچنان برای گرفت که پس از قیام سال 1299 و روی کار آمدن رضا خزعل حتی از پرداخت همان مالیات سالیانه هم دیگه خودداری کرد و برای شکست دادن رضا با همدستی انگلستان به نام نگاری به احمد شاه و شیخ حسن مدرس و گروه مخالفین قیام سردار سپه پرداخت شنونده عزیز من از شما خواهش میکنم یک کمی دقت کنید به روز رویدادهای آن دوران تا با موارد مشابهت و همخانی اقدامات آن زمان با نقش روشنفکران قومگرا و تجیه طلبهای امروزه کاملا دریابید که تمام این مسائل از یک جا سرچشمه می گیرن. آقای دکتر منوچه یزدی می که سردار سپه رضاخان برای ایجاد امنیت در سراسر سر کشور و سرکوب غیان و گردنکشان و تجیه طلبان همتی به خرج داد و با شجاعتی کم نظیر امر پاکسازی ایران رو دنبال میکرد و از مخالفت دولت های بیگانه هم بیمی به خود راهش نمیداد. به همین دلیل هم اقدامات این سردار بزرگ و میان است در پاکسازی کشور از عناصر بیگانه هرگز هرگز از یاد بیگانگان به خصوص انگلستان نرفت و هیچگاه از آرشیو مهربان انگلستان پاک نشد تا آنکه توانستند بالاخره انتقام خودشون رو از آن رادمرد بگیرند رضا خان سردار سپه در کتاب سفرنامه خوزستان اینگونه گونه تعریف میکند خودش من نمیتوانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که جراید بین النهرین و شامات و سوریه خوزستان ایران رو یک ایالت عربی معرفی کنند و شیخ خزعل که رسما طبعی ایران هست خود را یک عرب و امیر بل استقلال آن سرزمین معرفی کند این گونه اندیشیدن که با استقلال و وطن پرستان مواجه بود و هست فقط مورد بیمهری و بیعتنایی دشمنان استقلال ایران می باشد وگرنه چرا یکی از خدمات رضا شاه که استقلال و وحدت ایران در نظرش بود امروز مورد نکوهش و سرزنش بسیاری از دشمنان ایران می باشد و بسیاری از نویسندگان ایران آنها را نکوهش می کنند آقای دکتر یزدی می نویسد حال اگر امروز برخی از نویسندگان با سوء استفاده از سیاست روز به سردار سپه میتازند و میهب را به پای آریاییزم متهم میکنند جای این سال هم باقی است که آیا خزعل نوکر انگلیس ها بود یا نه اگر بود و اسناد و مدارک هم حکایت از تاییدان دارد چرا امروز هنوز مورد حمایت پاری به اصطلاح روشن فکران قوم خرای ایرانی قرار گرفته و اگر این کار ترویج کار پان عربی است و خیانت به تمامیت ارزی کشور ایران نیست پس چیست شنونده عزیز و گرامی من من برای اینکه شما را به چگونگی اقدامات رضاخان سردار سپه در خوزستان بیشتر آشنا کنم از کتاب شاه و مصدق و سپه و زاهدی نقلی رو حکایت میکنم تا دریابید که رزاخان سردار سپه با شیخ خزال و خوزستان و نفت چه کرد در اون کتاب تعریف شده است که مجله خاندنی ها شماره 99 سال 13 هم می نویسد بعد از موفقیت های اولیه سردار سپه انگلیس ها شیخ ازال رو در جنوب ایران تقویت می تا با نقشه های دولت مرکزی یعنی سردار سپه مبارزه کنند به رزاخان هم مرتبا پیغام می که مناطق جنوب ایران یعنی خوزستان آزاد است و قوای مرکزی ایران حق ورود به آن منطقه را ندارند این پیغام البته برای رضاخان بسیار ناگوار می رسید بدین جهت یک روزی رضا خان تمام عمرای ارتش رو در وزارت جنگ احضار کرد. حالا خواندنی ها داره می نمیسه. و سپس با آنها گفت که هم عزیز من چرا که دقت میکنید خاک خوزستان امروز در خطر است خزعل و پسرانش حاضر نیستند از دولت مرکزی مطابقت کنند من یک نفر از عمرا را به عنوان داوطلب میخواهم که با اختیارات تام و ساز و برگ کافی به خوزستان برود و خزعر را مطیع و منقاد دولت مرکزی بنماید و رضا خان سردار سپه منتظر اظهار عقیده همقطارانش ایستاد در این موقع سرتیب فضل الله خان زاهدی فرمانده لشکر فارس یک قدم جلو آمد و محکم و فشرده گفت که حضرت اشرف بنده با کمال میل داوطلب بودنم رو اعلام میکنم که از طریق بوشهر شیخ از را سرکوب خوزستان را از سیر یوغ امال اجدبی نجات دهم رضا خان پس از مدتی با توسبی دستش را به طرف سرتی فضل الله خان دراز کرد و گفت همین امشب حکم مأموریت شما صادر خواهد شد فردای آن روز سرتیب زاهدی به شیراز رفت چون فرمانده لشکر فارس بود مرکزش در شیراز بود و با لشکر فارس از طریق بوشهر آزم احواز شد شیخ از که مدت ها بود روی توده طلا نشسته و خیال میکرد تا پول دارد و انگلستان او را تحت حمایت خود قرار داده است هیچ مقامی قدرت ندارد که به جنگ او برود و منابع انگلیس ها از راز حفظ نفت جنوب هرگز به خطر نخواهد افتاد و او همچنان در پرتو حمایت انگلیس به عنوان حکمران یک سرزمین عربی باقی میماند و اعتنایی به دولت مرکزی نخواهد داشت خب آقای احمد کسروی نویسنده و محقق نامی مشهور در کتاب زندگانی من می نویسد که منطقه زرخیز خوزستان از سالها پیش با حمایت و هدایت انگلیس در حاکمیت و تصرف خاندان خزعل بود عملا از خود مختاری برخوردار بود و اصولا اعتنای به دولت مرکزی ایران که قاجارها بودند نداشت و طبیعتا به زانو در آوردن شیخ خزعل یعنی فرمان فرمای متق خوزستان کار آسانی نبود و چنین توفیقی نصیب هر کسی بشود مسلما ستاره اقبالش در بین زعمای ایران و فرمان فرمایان منطقه درخشیدن خواهد گرفت اما رفتن به سراغ این کس که ده ها هزار مرد مسلح چندین کشتی جنگی میلیون ها ثروت دارد یقینا باید با برنامه و نقشه و شجاعت و ممارست تو هم باشد آقای کسروی دنباله مطرحش می نویسد که مشکل بزرگ دیگری هم که در پیش است این است که شیخ با بسیاری از شخصیت های سیاسی درجه اول پا مقیم پایتخت ارتباط و بررسی کامل دارد و با قوانین بختیاری و ایرات دیگر هم دست در دست هم دارند و همه اقداماتشون رو با هم یک کردن به این جهت بسیار کار دشواری است ملک شعرای بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی جلد دوم می نویسد که در تابستان 1303 شیخ خزال و جمعی از سران بختیاری و والی پشکو تلگراف های دائر بر قیام سردار سپه بر علیه قانون اساسی و مخالفت با پادشاه و لزوم حمایت از احمدشاه به مجلس شورای ملی مخابره کردند و باز در همان سال خزال تلگراف سخت و زننده ای سوی خودش و بعضی از شیوخ خوزستان توسط سفارت ترکیه به مجلس شورای ملی مخابره نمود و تاکید کردند که تا آخرین حد توانایی برای برانداختن سردار سپه خواهند کشید آقای پیرنیا معتمن رئیس مجلس شورای ملی آن زمان این تلگراف نویسنده خزر را قاب کرد و در تارار مجلس بالای سر هیئت رئیسه آویزان نمود تا عبرت بندگان مجلس باشد نمایندگان مجلس باشد و در پاسخ هم اعلام کرد هر کس با هر عنوانی برخلاف دولت مرکزی قیام بکند یا اقدامی به نمایت مجلس شورای ملی او را متمرد خواهد شناخت خیلی خوب پس از چند روز قشون ایران به فرماندهی سرتی فضل الله زاهدی از شیراز به سوی بوشهر حرکت کرد سردار سپه هم خودش را آماده می کرد تا خود شخصا برود به خوزستان و از نزدیک شاهد اقدامات ارتش ایران باشد در همان روزها هاوارد کاردار سفارت انگلیس که از تصمیم سردار سفه آگاه شده بود به دیدار او رفت و ضمن اظهار نگرانی مسرن از او خواست که از رفتن به خوزستان صرف نظر نماید و حتی این سفر را بسیار خطرناک توصیف کرد سردار سپه پیش از هر اقدامی یک تلگراف محبت آمیز برای خزعل فرستاد و در تلگراف از خسال پرسید که دلیل مخالفتش با او چیست و چرا دست به چنین اقداماتی میزند خزال که به حمایت و پشتیبانی دولت انگلیس متکی بود و نیز به شهست هزار تن مسلح ایلیش می اندیشید و با ارتباط هایی که با بسیاری از متنفذین و شخصیت ها در تهران داشت و همچنین روابطی که با اقلیت مجلس یعنی شیخ حسن مدرس داشت در مقابل تلگراف سردار سپه پاسخی بسیار بیعدبانه و تند مخابره کرد و سریعا اعلام کرد که من شخص شما را به عنوان رئیس دولت ایران نمیشناسم زیرا شما قاسبان بر مملکت دست انداخته ای. پس از چند روز از این تلگرافت جاسوسانش به خزال اطلاع دادند که سرتی فضل الله زاهدی فرمانده لشکر فارس از طریق بندر بوشهر و دیلم به طرف بهبهان در حرکت است سردار سپه هم شخصا آزم خوزستان می باشد خب در کتاب سفرنامه خوزستان که تقریر خود سردار سپاه است. آمده است که روز 13 آبان ماه 1303 سردار به طرف اسفهان حرکت کرد در اسفهان کنسول انگلیس به دیدار سردار آمد و نگرانی کاردار و وزیر مختار انگلیس را برایش تکرار کرد و از او خواست که از رفتن به خوزستان خودداری کند و به تهران برگردد اما سردار سپه به اعتناب درخواست کنسول انگلیس روز بیستم آبان ماه به سوی شیراز حرکت کرد در شیراز سر کنسول انگلیس به ملاقات سردار آمد و از احتمال بروز جنگ و ایجاد خطر برای تأسیسات نفتی خوزستان ابراز نگرانی نمود و اعلام داشت که دولت انگلستان می میخواهد که سردار سپه از این سفر صرف نظر کند و به تهران بازگردد زیرا در صورتی که مشکلی در زمین های نفخیز ایران به وجود بیاید انگلستان ناگزیر است که ارتش خود را به آنجا اعزام کند اما سردار سپه در پاسخ و سرکنسول گفت اگر شخصا خزعل بدون معطلی به شیراز بیاید و از این رفتار دشمن گرانش از خواهی کند و خود را همچنان یک طبعه ایران معرفی بنماید از سفر به خوزستان سر رزر کند در غیر این صورت مصمم هستم و این گفته این سردار سپه وسیله کنسول انگلیس عینا به خزعل اعلام شد ولی خزعل از روی غرور بیجا و البته تکیه به قدرت انگلستان و برتری قوای خودش که شهست هزار فرد مسلح در اختیارش بود آن فرمان سردار سپه را نپذیرد. سردار سپه امروز 26 آبان ماه وارد بوشهر شد و در بوشهر دوباره بار سر سرکنسول انگلیس به دیدار سردار سپه آمد و از او خواست که مطلقا از رفتن به خوزستان خودداری کند و بعد هم تلگراف سر پرسی لورن وزیر مختار انگلیس را که از بغداد مخابره شده بود به سردار سپه داد که سر رن در آن تلگراف خواسته بود تا در اهواز چند روز دیگر با سردار سپه ملاقات نماید اما سردار سپه هرگز پاسخی به تلگراف مذکور نداد دوستان عزیز و گرامی من مسئله رفتن ارتش ایران به خوزستان دستگیری خزعل و اعزام او به تهران یکی از مهمترین وقایع تاریخی دو قرن گذشته ایران است که سرنوشت خوزستان و قضیه مالکیت منابع نفتی ایران را برای همیشه روشن رو کرد که اگر رضاخان دست به چنین اقدامی نزده بود اصولا نفتی وجود نداشت تا دکتر مصدق و یارانش آن را ملی کنند یا سایرین ببالند به آن که از منابع نفتی ایران چنین چنان ها کردند به این جهت خواهش میکنم با دقت این قضیه را که تا یکی دو هفته بعد هم دنبال خواهم کرد مورد توجه خودتون قرار بدی. بقیه داستان را هفته بعد برایتون نقل خواهم کرد روز و روزگار به شما خوش تا برنامه بعد